بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، دوستان عزیز، خوشحال هستیم که باز در خدمتتان قرار داریم از طریق پروگرام تلیکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درس ها برای شما عزیزا مفید تمام شود. میریم به طرف یک درس دیگی از ریاضی صنف هشتم به ادامه درس های قبلی، این بار تحت عنوان حالات تشابه مثلث ها. حالات تشابه مثلث ها. خب این چی هست و امروز حالت اولش ببینید، یک بار عنوان مانا شود. دوست عزیز، یادتان است که ما گفته بودیم که چی وقت دو مثلث متشابه است؟ سه شرط. دو شرط ما شما گفته بودیم در تشریح، ولی اینجا سه حالت آوردم. خب دو شرط چی بود؟ اول دو شرط خو میگیم، بعد از او باز شرط سیو میشه، باز شرایطش خودش میتهد، من باز ما شما او را درک میکنیم. یادتان است که در مثلث ما اصلا دو شرط گفته بودیم، گفته بودیم دو مثلث زمان با هم مشابه است که یک، زوایایش انطباق پذیر، دو، اضلاعش متناسب. اور یک حالت دیگر هم پیدا کردن، حالت دوم، که بازی را دمی درس در حالت دوم براتون میگیم که در اون صورت هم باز دو مثلث با هم مشابه است. حالت اولش اینه می که هرگاه سی زاوی یک مثلث با سی زاوی مثلث دیگر مساوی و انطباق پذیر باشه، این دو مثلث با هم چی است؟ مشابه. این حالت اولش. خب اگر دو تا مثلث برای ما داد که زوایایشان با هم مساوی بود، زوایایشان دقیقاً دیگه باز ما میفهمیم که با هم چی هستن؟ متناسب است. امکان داره در بعضی اوقات دو تا شبته یکیش نته، اون میتونیم دو زاویه را بده زاویه سیوم پیدا کنیم، اون میتونیم که پیدا کنیم که زاویه سیومیش چقدر است. چرا مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه است، این یاد داریم. زاویه سیومیش خود ما پیدا میکنیم، باز میبینیم که هر سی زاویه مثلث با سی زاویه دیگه مساوی شد، یعنی اگر شد میگیم دو مثلث با هم چیست؟ مشابه است. خب ببینیم، اینجا یک سوال داده برای ما، اول میده براتون یک تشریح کنیم، بعد از اون باز بریم بخیر سر سوالش. همین موضوعی را که چی وقت دو مثلث است، این یک مثلث است و با همین قسم یک مثلث دیگه به این شکل A B C، این مثلث دیگه A زبر B زبر C زبر. چی وقتی نمی دو مثلث با هم مشابه است که این زاویه امرای زاویه مساوی و انطباق پذیر، یعنی B مساوی با B زبر و زاویه A مساوی با A زبر، A مساوی با A زبر و زاویه C مساوی با C زبر، زاویه C مساوی با سی زبر باشه. اگر سی زاویش با سی زاویه مساوی بود، این دو مثلث با هم چی سن؟ مشابه است. یعنی A B C مثلث مشابه است با A زبر B زبر C زبر. یک نقطه دیگر باز دوستای عزیز ما براتون میگم، گوش کنین که ایتو در فکرتان نکرده که یک مثلث کلان یک مثلث خرد. این خرد و کلان ما گفته بودم در تشابه مانا نداره. تشابه یعنی هم شکل، هم قواره به اصطلاح. باز در شکل هندسی مخصوصا در مثلث دیگه باز یه خرد و کلان معنا نداره، یعنی از لوخ مساوی نیست. اگر دو مثلث یک رنگ باشن و از لوخ مساوی شو خو مساوی است، مشابه نیست. مشابه روز که زوایایشان با هم مساوی، زوایایشان و از لوخشان متناسب. متناسب که میگیم معنیش که زلها با هم مساوی نیستن، مساوی با متناسب فرق داره. چه رقم دوست عزیز؟ مثلا از لای متناسب ای اگر 4 است ای 2 است، اگر ای 6 است ای 3 است و اگر ای 8 است ای 4 است. این متناسب که 2 بر 4 مساوی شوه با فرض میکنیم 6 بر 3 بر 6 و مساوی شوه با 4 بر 8 که نسبت ها مساوی شوه.
نه اینکه این ظلم که دیدی ظلم مساوی باشه، کی در فکرتون باشه یک مطلب که اجتماع نکنه، یکی دیگه این دلتون پیدا نشه که این مثلث کلان حتما زاویه شام کلان است. این مثلث خودی دیگه است، میشه که این مثلثش خرد باشه دیگه. نه دوست عزیز، ما بر شما گفته بودم یادتون است که اندازه زاویه در مثلث با اضلاعش ارتباط نداره هیچ. بینمی مثلا اینمی رو ببینیم، اینمی رو ما در نظر میگیریم. خب اینمی دوست عزیز سعی کنین این اندازه زاویه اینمیست، فرض کنیم 60 درجه است. چند درجه است؟ 60 درجه. خب اینمی هر قدر همی از روی جیره که ما امتداد بکیم این از یه حالت بریم این یه حالت، آید همی زاویه کدوم تاثیر کرد؟ نی، طول ازلا با زاویه هیچ ارتباط نداره. خیلی اینمی زاویه اگه 60 درجه است با نقاله حتما یا هم 60 درجه است، و هم 60 درجه. این طول زور از این کلان است، این زورش کلان یا این مثلث کلان، این مثلث خود هیچ به اندازه زاویه ارتباط نداره. کی اشتباه نکنه انشالا که این مطلب رو درک کردین درست. خب اینا رو بیاین که در یکان سوال اگر شبکه براتون ببینیم در کتاب چی هست که کدام سوال های اگر کار شده بود انشالا براتون میره کار میکنیم. خب بیا یک سوال داده اینجا میگه شما بگوین که اینمی شکل اینجا سعی کنیم. خب بهتر سعی اتر خو و ایرام نو اتر اجابه نو این دو مسئله، یک مسئله است ای بی سی، خو ایرام مشترک دوائی نشان میگیریم ای اف. امی دو مسئله است، این توی یک حالتش برای ما میتن، یک حالتی که در رسم این قسم متوجه سیم این نوار ایشان فرض میکنیم به این شکل اینه تو یک حالتی که داد براتون فکرتون باشه این قسم اینه تو ما برای شما گفته بودم بو عمود مانا میتن مانایش که اینمی هم 90 درجه است اینمی هم چیست؟ 90 درجه. خب حالا اگه سوال شد که دو مسئله است با هم مشابه هستن یا نیستن، همین دو مسئله است با هم مشابه است یا نیست، ما چی میگیم؟ هست. این مسئله است ای بی سی اینمی مشابه است همراه مسئله است ای سی اف. دلیل سعی کنیم اینی زاویه با این زاویه عمود است خودش داده ایره، اینی زاویه همراه اینی زاویه مقابل و راس است، مقابل با چند است؟ راس است. یعنی اگه این 30 درجه است یقینا نیام 30 درجه است. خب اینا 30 و 90 120 شد، چند شد؟ 120. مجموع زوایای داخلی مثلث چقدر است؟ 180. 30 و 90 120، از 180 کم کنیم حتما 60 درجه است. این چطور؟ 30 و 90 120، خیلی دیگه شما حتما چند درجه است؟ 60 درجه است. اینا رو ببینیم که این زاویه امرا این زاویه مساوی شد، این زاویه امرا این زیم مساوی شد و یام امرا این زیم. پس ما گفته بودیم اگر 30 زاویه یک مثلث با 30 زاویه مثلث دیگه کاملا انطباق پذیر و مساوی باشن، این دو مثلث با هم چی هستن؟ مشابه است. شما که دوستای عزیزی را درک کردن خب بازم اینطور یک بار دیگه تکرار میکنیم کمی را خوبتر بفهمین. دوستای عزیز سعی کنین اگر اینمتر یک شکله، یک شکل برای ما بته این همه طور یک شکل دو تا مثلث و بگویا که آیا امی دو مثلث با هم مشابه هستن یا نه، این همی دو تا شکل، یعنی مثلث A B C و مثلث C E C F امی با هم مشابه هستن یا نه، ما چی میگیم؟ خب ببینیم چی داده برای ما. میگیم اینمی جای این رقمی که به تر جای اونمو عمود مانامیته، عمود مانامیته، عمود که مانامیته خیلی نمی 90 درجه است، اینم که داده عمود یا هم 90 درجه است. خب این دو مثال است، یک حالت پیدا کرد که
این دو روش خب با هم چی شد؟ مساوی شد. درست دوست عزیز؟ ایناله اینی زاویه را امروی این زاویه که میسنجیم ایره مقابل براست میگن. ما گفتیم که زوایای مقابل براست دو با دو با هم چی سن؟ مساوی سن. مثلا اینی خط است، اینی مقابل براست است. مقابل براست یعنی براستشان مشترک و دو زلش در دو طرف که ادامه بیتیم او را مقابل براست، اینی راستشان مشترک. اینی زاویه اتمون که دیزی مساوی است و همین قسمی زاویه امره اینی زاویه مساوی است. این دو زوایای مقابل براست میگن. خب اینا ببینید زاویه مقابل براست است که از تقاطع دو ضلع مثلا است، دو ضلع زاویه بعد اسمه. خب اینا این دو تا که مقابل براست است حتما با هم مساوی است و گفتیم اگر اندازه کنیم که این زاویه 30 درجه باشن حتما این زاویه چند درجه است؟ 30 درجه است. خب دو تاش خب از این مثلث ها دو زاویه شان با هم چی شدن؟ مساوی ثابت شد. خیلی زاویه 30 چطور میشه؟ زاویه 30 هم ما میگیم که اگر این زاویه و این زاویه را بخوایم یا مساوی هستن. چرا؟ مجموع دو زاویه داخلی یک مثلا از 3 زاویه 180 است. دو تاش که 90 30 120 شد و مجموعش هم 180 و این شد 120. 120 از 180 که کم کنیم 60 درجه. حتما این زاویه 60 درجه است. چرا؟ مجموع 3 زاویه یک مثلث 180 است. دو تا از این 90 30 120 شد. خیلی از 180 که 120 کم کنیم این زاویه چند درجه میشه؟ 60 درجه. یا من این نگم 3 و 90 120 3 زاویه مثلث اگر جمع شد 180 دو تاش که با هم جمع شده شده 120 خیلی زاویه 30 چند است؟ 60. پس میگیم این زاویه هم حتما چند درجه؟ 60 درجه. پس چی رقم شد؟ که زاویه 90 با 90 مساوی، یعنی اینطور میگیره میشم زاویه ای زاویه ای مساوی است با زاویه ای، زاویه بی مساوی است با زاویه اف و به همین شکل زاویه سی در دو مشترک، سی مساوی است با سی. خب سی زاویه مثلث با هم مساوی شد. ما گفتیم اگر سی زاویه یک مثلث با سی زاویه مثلث دیگه با هم مساوی شود این دو مثلث با هم چیستن؟ مساوی یا انطباق پذیر شد با هم مشابه است. پس میگیم مثلث ای بی سی این هم علامه مشابه است با ای سی اف، این دو مثلث با هم چیستن؟ مشابه است. متوجه شدید دوستان عزیز؟ خب اینا رو اگر برای ما با مثلث هایی را بته مثل که در کتابتون اینجا داده شده که زوایایشان مساوی نیست میگم نیستن مشابه دیگه، مشابه نیست. مثلا گفته در شکل یه طور یک مثلث داده برای ما با این شکل یک دانه و یکی دیگه داده با این شکل. خب این زاویه رو داده 105 درجه، 105 درجه و این زاویه رو داده 47 درجه، 47 درجه. متوجه هستین؟ این زاویه رو داده 28 درجه است. 28 درجه. این رو باز داده 45 درجه. 45 درجه. و این رو داده 105 درجه. و این هم داده مثلا 20 نیوره داده مثلا 30 درجه. 30 درجه. ببینید آیا گفته که این مثلث A, B, C با مثلث E, F, G این همی دوتا با هم مشابه است؟ دقیقا میگیم نی. چرا؟ زوایا بسی متفاوتی 45 این 47 این 105 یکیش که مساوی است مهم نیست، این مثلا 28 30 نی میگیم غیر مشابه است. این دو مثلث با هم چی هست؟ غیر مشابه است. چی وقت مشابه استن؟ وقتی که هر سی زاویشان با یک دیگه مساوی و انطباق پذیر شد. بیشتر از این دیگه فکر میکنم دوستای عزیز درک کردین، گنجایش از این را نداره که آدم زیادتر دیگه بگویه. دو مثلث زمانی با هم مشابه است که سی زاوی یکیش با سی زاوی دیگهش کاملا چی باشه؟ انطباق پذیر. اینا دینمی حالت دوستای عزیز شما حالت اول تشابه دو مثلث، حالت اول تشابه دو مثلث، دو مثلث حالت
با ماشین اول. حالت اول تشابه دو مثلث را با مثال توضیح کنیم. حالت اولش چی بود؟ که سه زاویه یک مثلث با سه زاویه مثلث دیگه مساوی و انطباق پذیر باشه. اینمی حالت ها که سه زاویه یک مثلث با سه زاویه مثلث دیگه مساوی و انطباق پذیر باشه. این حالت حالت اول میگیم. اینمی رو شما با یک مثال واضح بسازین. اول بگوین که این یک شرط ها هست، یعنی بله هست، با دلیل و با مثال میره واضح بسازین. شما دوستای عزیز در کردین، تشکر از توجهتون. تا ساعتی دیگه که حالت دوم و سوم شبرتان بگویم. تشکر از توجهتون.